دوباره سلام امیدوار هستم در این پرستش ملاقات های عالی با عیسی مسیح به وسیله روح القدس داشتین آمین. آمین داشتین اشتیاق عیسی مسیح برای توست امروزم یا تو این هفته همینطور که فکر کرده بودم برای چه چه پیامی هست که ما احتیاج داریم کلیسای ما احتیاج داره که بتونم صحبت کنم و احساس کردم در این قسمت خدا هدایت کرد دوباره یه قسمتی همینطور که که تو دام شیطان اینطوری بیافتیم فقط زمانی که این داستان خودم رو می, می نویسیم بعد از یک مدت می بینی که آرامش رو از دست میدی سلامتی رو از دست میدی دیگه از طریق روحانی از طریق ایمان کور و کر میشی بعد از یک مدت اصلا نمی کجا هستی و اونجا گفتم که اونجا نمی تونی بیایی همه چی برای خیرات من تمام خواهد شد چون از راه آمدی بیرون چون خود داستان زندگی خودت رو می نویسی. اونجا فقط درد و ناراحتیه و حتی درد و ناراحتیه که یا همینطور خودتون زخمی میکنی تنها چیزی که میتونی یاد بگیری اینه که از زمانی که مثل پسر گم شده واقعا همه چی رو ریخت همه چی رو با خودخواهی رفت گفته من میخوام ثروت خودم این این این, این چی بود رس خودم رو گرفتم از پدر الان میرم زندگی خودم رو میکنم بعد از این به کجا رسید به یک طویله رسید که اونجا غذای خوک ها رو میخواد بخوره و همینطورم به او اجازه ندادن این یک مسیحیه که سرنوشت خودش رو مینویسه اون یک مسیحی است که راه مسیر رو نمیره خودخواهی خودش با خودخواهی خودش با ایمان خودش ایمان خودش به هر حال به قدرت به قدرت به اعتماد به انسان به آرزوهای خودش میخواد بره آخر عزیزان به شما بگم توی طویله خوکا خواهی افتاد تنها چیزی که پسر گم شده میتونه یاد بگیره اینه که توبه کنه بازگشت کنه برگرده به سمت پدر درسته یا نه از این یعنی داستان بیشتر برای نه بی ایمانا نوشته بلکه برای ایماندارا نوشته چون این فرزند بود فرزند پدر بود از پدر رفته و اینجاست که ما معمولا زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح تعمید میگیریم و همینطور اینجا اعتراف میکنیم عیسی مسیح تعمید منظور من این که دیگه من زنده نیستم بلکه مسیح در من زندگی میکنه یا از امروز به بعد میخوام عیسی مسیح رو پیروی کنم از آب میایم بیرون بعد از این میگیم باشه اوکی من الان زندگی خودم رو می من از پدر دوباره جدا میشم برمیگردم به زندگی خودم به خودخواهی خودم و افرادی دیگه هستن که اون موقع میتونن بگن که خدا من واقعا زندگی میخوام به تو بسپارم خدا من, من میخوام واقعا عیسی مسیح تو رو پیروی کنم نه وظیفه هست نه اینطوری که الان باید نه پاستور به من گفته نه واقعا یه چیزی هست میدونم تفاوت رو دیدم این تفاوت دنیا رو دیدم فقط دروغه من دیروز یه برنامه توی تلویزیون دیدم واقعا خدا رو کردم که تمام سیستم دنیا جالبش اینه که خود دنیا توضیح میده در مورد سیستم خودش با چطور از از 1940 50 اینطوری نشون میدادن که انسان به چه فکری داره و چطور دنبال چه چیزایی هست چطور میخواد زندگی خودش رو به موفقیت برسونه و اونجا نشون میده چطور این سیاست این دنیا سیستم این دنیا انسان رو گول میزنه دایما زیر اسارت خودش نگه میداره الان نمیخوام در مورد این فیلم صحبت کنم فقط واقعا دیدم که به راستین گفتم واقعا ببین چی چقدر ما مخصوصا ما مسیح های گول میخوریم ما یه کتابی داریم یه کتابی داریم که حقیقت رو به ما نشون میده و این حقیقت رو میدونیم این حقیقت رو ور داریم. دوباره وارد سیستم این دنیا میشیم از این سیستمی که ما با درد و رنج آمدیم بیرون دوباره بر دوباره تو این سیستم بخریم خرچ کنیم بهترینشو میخوام و چشمان خودمون روی چیزهای مادی میذاریم و همینطور بعد از یک مدت جدا میشیم منظوری نیست که دنبال این نیستم که مثلا بگین که چی نخرین اجازه نداریم نه با چه حکمتی ما میخوایم با چه حکمتی ما زندگی میکنیم و همینطور هم مهم اینه که قلبمون به کی گفت زیر دست کی گذاشتیم کی سلطان قلب توست و زمانی که یک شخص عزیزان یک شخص خودش به عیسی مسیح میسپاره و میگه خدا من و میخوام،, میخوام،, تو رو پیروی کنم از اون موقع عزیزان زیبایی عیسی مسیح اینه که عاشقش هستم این عاشق این خدایی هستم که شروع میکنه با تو داستان نوشتن تاریخ نوشتن و مطمئن باشه تاریخی تاریخ می نویسه که ابدیه خدای ما زمانی عهد عتیق رو می خونیم واقعا عاشق عهد عتیق هستم چون چطور خدا نوح رو نوح رو می, می خونه و میگه که نوح الان میخوام با تو داستانی بنویسم صدای منو بشنو و بعد از این میگه که برو یک, یک کشتی درست کن نوح گوش کرد اطاعت کرد با خدا همکاری کرد بعد از این میایم در در پیدایش باب دوازده اون پدر ایمان ما پدر ایمان من که کیه؟ ابراهیم به ابراهیم میگه جالب نیست عزیزم نمیدونم بعضی وقت عتیق رو میخونین زنده بودنه و همین نه فقط زنده بودنه اصلا این خدایی که دوست داره با خلقت خودش رابطه برقرار کنه عزیزان این خدایی نیست که میگه که من کار خودم رو انجام میدم الان بخوای نخوای به من چه بلکه خدایی هست که صدا میکنه همون صدایی که کرد به ابراهیم امروز هم صدا به تو میکنه میگه به ابراهیم میگه که وطن خود بستگی هات نه بستگانت بستگانت و خانه پدر خود رو ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشون میدهم برو و از تو امت عظیم خواهیم خواهم ساخت و تو رو برکت خواهم داد و نام تو رو بزرگ خواهم ساخت و تو رو برکت خواهم بود و تو باعث برکت خواهی شد در این دنیا عزیزان مطمئن هستم شکی ندارم خدا همون چیزی که به ابراهیم کم چون او پدر ایمان ماست امروز هم به تو میگه بیا بیرون از وطن خودت عزیزان شما از وطن خودتون بیرون آمدین بیرون آمدین از یک کشوری که نمیشناسین زبانش رو درست صحبت نمیکنین خداست که بیرون بیرونت آورده میگه که الان خانه خودت رو خانه پدر خودت رو هر چیزایی که وابسته هستی در این دنیا بیا بیرون من از تو یک قوم یک مرد خدایی می سازم من به تو برکت خواهم داد تو برکت یافته خواهی بود و به وسیله تو من دنیا رو برکت خواهم داد تو یک سرنوشت عالی داری تو هستی که تاثیر تاثیر روی این دنیا خدا از تو یک اسمی بلند خواهد کرد الان امروز رفتم توی خیابون همینطور میرفتم دعا میکردم یهو دیدم یک،, یک یک, یک اسم خیابون اینجا بالا بود و اونجا شوتوی گفتم چه چه یهو دیدم اونجا پایین نوشته یه کسی هست که نمیدونم آقای شوت بود شوت شد شطویگ اصلا نمیدونم چیه دیدم که اسم یک مردی هست که الان نمیدونم یه ساختمونی ساخته نمیدونم اوپر اوپرت ساخته اونطوری چیز و اینطوری نگاه کردم گفتم که اینه یک مردی هست یک شخصی هست سرمایه گذاری کرده رو برای این شهر گذاشته برای این کشور گذاشته الان این کشور او رو احترام میذاره و اسم خیابون به اسم این شخص گذاشته و یهو خدا گفته که ببین اینه زمانی که تو برای من سرمایه گذاری میکنی زمانی که میگی که خداوند این خاندگی خدا رو میشنوی و بیرون میایی از بگم که از سرنوشتی که برای خودت میخوای بسازی از این داستانی می بیرون میای خدا من میگه از تو میخوام استفاده کنم یک روز شاید در ملکوت خدا خیابانایی خواهد بود و اونجا تو این خیابون نوشته خیابون ناهید خیابون فریبا مثال میگم فقط تو عهد جدیدم در آینده میبینیم که اینجا میگه که من نامه هایی رو خواهم نوشت روی سنگ ها خواهم نوشت نامها خواهم نوشت فقط نام تو رو فقط نمی نویسی که تو رفتی سرنوشت خودت رو کردی نامی خواهد نوشت که واقعا برای خودت رو اجازه دادی خدا با تو یک داستانی بنویسه یک تاریخی بنویسه و مطمئن باش این تاریخ موندنی هست ابده و تو این تاریخ مشکلهایی از فشارهایی از دردهایی هست ما باید عبور کنیم الان کلیسای خودمون رو نگاه میکنیم 1992 شروع کردیم با یک دعا ضعیف ناتوان اصلا فکر نکردیم برای کلیسا گفت خدا رب کن اگه ایران ب... پیام تو رو به ایران برسونن تقریبا 20 و... بیستو... چند 24 بیستو... هش... بیستو... سال پیش بود نه 24 سال پیش بود 1991 بود بخشی 91 بود اولین بار بود با سعید همی هم همینطور یه بارم آشنا شدیم با هم جمع شدیم شروع کردیم دعا کردن چیزی که داشتیم عزیزا میدونی چی بود نه فقط ایمان ایمان رو که داشتیم اشتیاق ما فقط اشتیاق داشتیم اشتیاق داشتیم خدا یه کاری انجام بده اصلا نمی فهمیدم نمی دونستم خدا چه کاری میخواد بکنه با یک اشتیاق خدا شروع میکنه عزیزان داستان نوشتم خدا من از من استفاده کن به درد نمیخورم در این دنیا هر چقدر واقعا من تحصیل کرده هستم مهندس هواپیما هستم ثروتمند بودم همه چی رو داشتم فقط این چیزی که خدای داستانی که خدا میخواد بنویسه عظیمتر و بهتر و زیباتره از این داستانی که من داشتم خدا میگه که من میخوام یه داستانی یه تاریخ بنویسم با تو بیا بیرون و اجازه بده با من راه بری تنها چیزی بود که ما دعا کردیم واقعا فقط تنها چیزی که داشتم واقعا اشتیاق بود چیزی نداشتم شناختی هم نداشتم از خدا فقط تفاوت رو میدونستم دنیا چیه زندگی با مسیح چیه زبان فارسی هم نمیدونستم با اون برادر و سعید هم. ما بیشتر انگلیسی و آلمانی و اینطوری صحبت میکردیم بعد گفتیم شروع کردیم به دعا کردن دعا کردن دعا کردن یه نفرم اضافه شد بعد از این دو نفرم اضافه شدن بعضی وقت یواش یواش آن خواهر اقدس بعد از این که بارش خواهرمون هاسمیک بود و تمام زنا دوره من من گرفتن زنای وفادار بودن واقعا زنای وفادار بودن دعا میکردن با تمام مشکلاتش و درداش و حبرج. من شروع کردیم، واقعا میتونم بگم اگه نگاه میکنی میگی اصلا آل بابا چی میکنی دور تو این زنها رو جمع کردی میخوای یه کاری انجام بدی اصلا فایده نداره زنایم، اینطوری خیر و چیز نبودن همین مری خارمون هم بود خارمون اقدسم تو بیمارستان رفتن و دیدن و دعا کردن و یواش یواش اینطوری فقط عزیزان اشتیاق برای خدا مهمه به این خاطر هفته گذشته گفتم خدا نگاه نمیکنه دنبال قهرمانی نیست چون هیچ کسی اینجا وجود نداره از من شروع میکنم که یه قهرمان باشه اشتیاق رو میبینه و میگه که دوست داری ما شروع کردیم ما اون موقع مثلا دا داستان داستانم صحبت نگیدیم الان خدا میخواد با من داستانی بنویسه اه اوه اونقدر دور شد دور بودم از از این فکرها اگه یه زمانی کسی می, آمد می که میگفت آلبرت میخوای یه روز شبان خواهش شد گفت برو شبان زمانی که تعمید گرفتم تعمید, تعمید گرفتم همون روز تعمید یه کسی آمد نبوت کرد که گفته خدا من میگه که من از تو یه رسولی میسازم تو رسول من هستی مثل این که تو الان مثلا پادشاه دنیا هستی گفتم ووه نگه داشتم فقط گفتم که فراموش کن فقط خدا داستان رو شروع کرد نوشتم. و توی جفه افتادیم کلیسا ده نفر بود 15 نفر بود 20 بود بعد از این جدایی به وجود آمد دوباره سختی زبان فارسی من قاطی پاتی همه میخندیدم زمانی که صحبت میکردم زمانی که حرف میزدم قاطی پاتی میکردم حرف استفاده میکردم که واقعا همه فقط زمانی که صحبت میکردم اینطوری نگاه میکردن پشت این کتاب مقدس فقط میخندیدن واقعا به شما میگم دردناک بود برای من موعظه کردن دردناک بود واقعا به شما میگم خدا شاهد هر موقع که سعید میگفت و برادر آلبرت الان میخواد موعظه کنه من میرفتم میگم خدا کمکم کن خدا کمکم کن چی بر... چطور صحبت کنم چی بگم بعد از این میرفتم اونجا همی... دیگه منتظر بودن الان رو وقت جوک آمده الان ببینیم که چه چه حرفایی میزنه واقعا اینطوری بود فقط خدا اشتیاق رو میبینه یک معلم هم داشتم که هفته یک بار میآمد به من فارسی یاد میداد کلاس اول و دوم و در مورد اسلام هم بود، نمیدونم مورد محمد و نمیدونم علی و نمی‌دونم، نمی به هر حال چیزایی بود که نمیفهمیدم. شروع کردم به حداقل یاد گرفتن. شما الان عزیزانی نتیجه اون اشتیاق بود که سی و, پنج، بیست و سال پیش اونجا داشتم. من نکردم عزیزان. من شما رو اونجا نوردم. خدا با من داستانی نوشت. و داستانم تمام نشده. هنوز کلیسا نداریم. بیست و چار سال آواره. ساختمونی نداریم. حداقل یه زمان یک ساختمون داشتیم الان چهار تا ساختمون داریم <applause> ماشین من انبار کلیسا است. تمام فلاکس ها رو باید ببرم بیارم و کیکس ها رو چیز کنم و بعضی وقت داد میکشم آقا تا کی خداوند شما نمیدونی شما میایین فقط فلاکس ها رو چای می رو میخورین فقط من ازم که رو ب... با ماشین میارم اینجا با علاقه مندی میکنم فقط به خداوند میگم خداوند تا کی و خداوند میگه که تو فقط یک صحنه رو میبینی پایان رو بینی بعض وقت دردناکه زندگی تو هم شاید اینطوریه شاید یه جای قرار گرفت واقعا دردناکه خدا میخواد امروز روز تشویق کنه میگه ببین این تمام داستان تو نیست فقط قسمتی است شاید قسمت واقعا سختی الان من پایان تو رو تمام خواهم کرد و مثبت خواهد بود عالی خواهد بود امروز هم مسیح مخصوصا پسرانی که بچههایی که سرنوشت خودشون رو می نویسن و شاید تجربه های گناهکو داشتین شاید واقعا یک سال شاید شیش ماه ایمان آوردیم به عیسی مسیح رفتین توی زندگی خودتون اونجا میچرخین هنوز چیزی به دست نوردین شاید خدا رو شکر افرادی میگم می قبول شد اما خوشحال میشیم با شما خوشحال میشیم فقط مشکل های دیگه هستن امروز هم خدا میخواد مخصوصا کسانی که شدم، مخصوصا کسانی که سرنوشت خودشون می نویسن داستان خودشون می نویسن خدا می خواد بگه که به این داستان یه پایانی خواهد داد و این پایان توی طویله خوکاست گوش میکنین عزیزان الان باور کن باور نکن نمیدونم هر شخص که سرنوشت رو، داستان خودش می رو مینویسه و عیسی مسیح رو پیرو نمیکنه به طویله خوکا میفته و هر کسی که خودش رو سپرده و میگه که لبیک خداوند چیزی ندارم چیزی ندارم به تو بدم ناتوانم هستم من که زبان فارسی رو نمیدونستم خدا از من استفاده کرد اینجا این کلیسای فارسی زبان به وجود بیاد خدا چقدر زیادتر از تو استفاده خواهد کرد قهرمانایی اینجا شما نشستین واقعا قهرمانایی از دید خدا قهرمانایی از فقط هنوز اطلاع ندارین چون داستان خودت رو می نویسی و من اون زمان نه فقط به شما میگم نه فقط زبان فارسی رو بلد نبودم من اصلا نمیتونستم سخن بگم من اصلا نمیتونستم جلوی دو نفر صحبت کنم خجالت میکشم من مرد خجالتی بودم فکر نکنی که از اول اینطوری چیز بودم چی میگم بیام جلوی دیگران صحبت کنم من جلوی دو نفر سه نفر صحبت میکردم قرمز و آبی و سبز میشدم خداست که تو رو بلند میکنه و زمانی که موعظه مو... میکنی صحبت میکنی میگی که این تو نیست این قدرت خداست این اشتیاق خداست این محبت خداست زمانی که دستگذاری میکنی دعا میکنی میدونی که این تو نیست این خدای این مس خداست که در زندگی تو قرار گرفته چون داستان مینویسی یک کسی که دو تو چیز قرار گرفته داستان خدا و تاریخ خدا قرار گرفته مطمئن باش مس خدا خواهد آمد خدا به تو به کسانی که سرنوشت خودشون می نویسه مس نمیده برای چی مس بده مس بده بری بیشتر پیشه برای خوکا دعا کنی نه عزیزان اون زمانم که خدا کلیسایمون چیز کرده 1994 بود که هنوز هم کلیسا نداشتیم هنوز اینطوری کلیسا هم نبودیم این فقط تعریف میکنم که یکم اطلاع داشته باشین اینجا روی این صندلی های نوشتین کلیسا یه تاریخی داره 94 بود همینطور دعا میکردم و گفتم خدا من چی میخوای بشیم ما نمیدونم کلیسا بشیم مشارکت بشیم منم هنوزم تو عضو کلیسای یک کلیسای دیگه بود بابتیست بود، چیز بودم یا باپتیست بودم یا شنبه ها صبح می رفتم، یک شنبه صبح میرفتم اونجا و شنبه ها جلسه رو داشتیم ما تو کلیسای ایلیم اونجا داشتیم یک اتاق گرفته بودیم فقط یک شنبه ها صبح هنوزم میرفتم اونجا فقط میگفتم خدا من چی میخوای هدف تو چیه و یک بار بود 1900 94 بود یک چیزی بود یک جشنی توی برلین بود مارش فور جیزس مارچ ایسا که تمام مسیح های آلمان اونجا جمع می شدن و راهپیمایی پیمایی می کردن و می رفتم توی استادیون اونجا برحال بشارت می یا منم گفتم باشه و که احساس می کردم خدا منو می خواد بعد از اینجا رفتم و همینطور رفته بودم توی استادیون اونجا آخر و آخر پشت اونجا نشسته بودم همه صحنه رو نگاه میکردم همینطور گفتم خدا من چرا من اینجا آوردی؟ چی میخوای با من صحبت کنی؟ هدف تو چیه؟ عزیزا من اشتیاق داشتم میخواستم اراده خدا رو بفهمم که بتونم مفید برای او باشم شبانی نبود که منو بفرسه منم شبانم نبودم که الان مثلا بگم فقط اشتیاق رو داشتم رفتم اونجا پشت نشسته بودم و احساس کردم روح القدس میگه که برو الان این الان موعظه خواهد کرد برو موعظه رو گوش کن از اونجا بالا آمدم پایین جلوی وایز اونجا ایستادم و این واعظ شروع کرد به صحبت کردن و خدا گفته که اینه این میخوام انجام بدی من میخوام به وسیله تو و به وسیله این کلیسایی که به وجود آمد آلمان رو برکت بدم نه اینطوری گفت آلبرت الان میخوام به تو برکت بدم زندگی موفقی داشته باشی و خوش بگذاره همه چی عالی باشه نه خدا من لبک لب برای چی آوردی منو اینجا خدا من, اینجا من میخوام استفاده کنم از تو آلمان رو برکت بدم من بگه بله تو گفتم آمین بشه از اون موقع اشتیاق ویزیون تصویر آمد و از اون موقع رفتیم اونجا خواهر اقدس الان اینجاست میتونین از او بپرسین خواهر هاست و نمیدونم کیا هستن که اینجا شرکت میکردن و اونجا ما فقط برای کی دعا میکردیم قرار دست برای آلمان ما اینجا جمع میشدیم ما ایرانی ها جمع میشدیم برای آلمان دعا میکردیم برای ایران دعا کردیم ایران هم بود فقط اولین قسمت آلمان بود چرا خدا گفته که من از شما میخوام استفاده کنم ابراهیم تو رو صدا میکنم تو بیای از وطن خودت بیرون از پدر خونه پدرت من میخوام تو رو برکت بدم تو برکت برای دنیا بشی آلبرت و همینطور اسم خودت رو اینجا می نمیسی. من تو رو صدا می کنم بیا بیرون بیا منو پیروی کن من میخوام اسم تو رو بلند کنم و از تو استفاده کنم برکت باشی برای این دنیا عزیزان برای این ما نجات پیدا کردیم و اینجاست که خدا شروع میکنه کار کردن در زندگیمون اینجاست خدا شروع میکنه تو رو بچلونه هر چشمه تلخی در تو وجود داره همه چی رو جرایی کنه این راه رو با تو بره تو رو آماده کنه که بتونی اونجا باعث برکت بشی من اینطوری که دو 24 سال پیش خدا نمیتونست از من استفاده کنه هنوز ناتوان بودم هنوز خیلی غرورهایی خیلی هایی در من وجود دا، وجود داشت خیلی اشتباهاتی کردم عزیزان خدا فقط اشتیاق رو نگاه میکنه خرابکاری کردن افرادی هم هستن اینجا الان خراب دستم میتونی بپرسی خیلی دلش رو شکوندم حس افرادی دیگه هم حال آنجا آمده و خیلی منم خیلی اشتباهاتی کردم تصویرهای داشت فکر میکردم این درسته این درسته خرابکاری دوباره اونجا خرابکاری فقط خدا نگاه نمی آلبرت خراب کردی برو بیرون از این تیم بلکه میگه باشه اوکی یاد گرفتی الان برو اشتیاق این اشتیاق اشتیاقی که تو رو هدایت میکنه بری ببری با باعث برکت بشی واقعا عزیزان این چیز حرفا رو که میزنم بدونی که من هیچ چیزی نیستم بدون او هیچ کاری نمیتونم انجام بدم فقط یه چیزی میدونم به وسیله استادگی من فیض مسی محبت مسی این دنیا رو تحت تاثیر خدا گذاشتم الان فقط شما نجات پیدا کردین همینطور که تلفن زن میزنی به ایران همینطور پیام رو میرسونی چون اینجا ایمان آوردیم به عیسی مسیح الان نمیدونم شاید 20000 هزار سی هزار نفر به خاطر ایستادگی من از جهنم آزاد شدن رفتن توی, توی ملکوت خدا و همین کار خدا میخواد از تو شروع کنه انجام دادن فکر نکن من یک شخصی هستم که خدا نمیتونه از من استفاده کنه امروز آخر میخوام دعا کنم نسلینم گفتم میخوام دعا کنیم چیزی که کلیسای من احتیاج داره اشتیاق برای خداست. و خدا باید این اشتیاق در قلب تو به وجود بیاره. تو نمیتونی. تنها کاری که میتونی انجام بدی توبه کنی، بازگشت کنی، خدا من واقعا زندگی خودم رو انجام دادم. خدا من, من سرنوشت خودم رو مینویسم. دیگه خسته شدم از این چیزا. یا میگی که نه هنوز میخوام استفاده کنم باشه من چیزی ندارم. داور نیستم اینجا زیباترین فقط میتونم بگم پرشکوهترین چیزی که در این دنیا وجود داره که ارزش داره زندگی کردن اینه که زمانی که خدا از تو استفاده میکنه داستان الهی خودت رو بنویسه. چیزی دیگه وجود نداره که بهتر باشه. زندگی من مصبر س... م نه زندگی من سمربخشه اول من خدا میگه که من به تو برکت خواهم داد و بعد از این تو باعث برکت خواهی شد متوجه شدین شد خدا میگه اول من زمانی که تو میایی من اول در تو کارهای انجام میدم من هر چیزی که هست به تو احت، احتیاج داری به تو خواهم داد من هستم که تو رو عوض میکنم من هستم که تو رو تبدیل میکنم من هستم آماده میکنم که محص من روی تو بیاد اون موقع تو میتونی برکت باشی برای دنیا تو کنک زندگی میکنی خدا میگه که من از تو میخوام استفاده کنم که اینجا واقعا یک بیداری به وجود بیارم فقط ما چی میکنیم میریم توی کناکس های خودمون یا تو های خودمون مخفی این, این این این, چراغدون خودمون رو میاریم زیر تخت خودمون اونجا همه چی رو قایم میکنیم بعد از این میگه خدا و مس خودت رو به من ببر عزیزا مس نمیاد اونجا مس میاد زمانی که این چراغدون خودت رو یا این چی میگن نه چی مشعل ور میداری اینجا مییستی اون موقع که آتش بیاد اونجا شروع میکنه به چیز کردن شوله ور شدن امروز برال خداوند ما رو صدا میکنه و همینطورم هم برای کسانی که کسانی که واقعا این راه رو رفتن زمانی که کسانی هم هستن اینجا واقعا گفتن که این راه رو میخوام برم عیسی مسیح و میدونم خادمایی هست خادمینی هستن که واقعا میخوام بیستن یا و میگه خدا من میخوام اطاعت کنم مطیع باشم کلام تو رو همینطور هفته گذشته یادتون هست بیا برای کسانی که خدا رو دوست دارن و طبق ارادی او خوانده شدن همه چی برای خیریت او تمام خواهد شد برای کسانی که خدا رو دوست دارن افرادی هستن که میگن پاستور واقعا میخوام عیسی مسیح رو پیروی کنم میگه باشه پس بیا تو جلسه خانگی باید زیر دیسیپلین بیای باید جوابگو باشی این چیزایی هست که نشون داده میشی که تو واقعا میخوای زمانی که انگشت روی تو میذاره میگم ببین در این قسمت سر ساعت بیا سر ساعت بیا نه حسیله ندارم چرا دیگه سرنوشت خودتون می نویسید زمانی که میگه بله اوکی خودم من میخوام اینجا خداوند شروع میکنه به،, به چیز نوشتن داستان نوشتن یه داستان الهی دستانهای عالیه یه زندگی ماجراجویانه هست واقعا یه زندگی ماجراجویانه هست فرد خوبیش اینه که آیندهش عالی خواهد شد پولس میگه من میدونم اون که در تو این کار رو شروع کرده امین هست که به پایان برسونه اون یک زمانی که تو گفتی بله خدا مسئولیتش رو میداره دیگه آخرش هم انجام بده آمین, آمین. هفته گذشته در موردش صحبت کردم هنوز تو قدم رو ور نداشتی خدا پایان رو میبینه زمانی که میگی لبک خداوند خدا, خدا میگه که من از تو اینو خواهم ساخت این خواهی شد به این خاطر احتیاج نیست بترسیم فقط تو این زمان امتحان ایمان ماست دردناکه اینو من فقط میتونم بگم واقعا خیلی زیاد تو این دردها وارد شدم فقط هفته گذشتم دوباره گفت گفتم اصا و چوب تو منو تسری میده برادرهایی بودن که کنار من ایستاده بودن خواهرهایی بودن که دعا کردن بعضی وقت واقعا به یه جایی رسیدم که واقعا به هیچ کسی اینطوری سالها پیش بود اعتماد داشتم رفته بودم یه شبانایی داشتم که منو شبانی میکردم واقعا به شما میگم می رفتم پیش شبان رو گریه میکردم از درد گریه میکردم به من خیانت شده بود خیانت بدی شده بود زندگی من برای به یه جای رسیده بود که واقعا نمیتونستم شبا نمیتونستم گفت یه بارم تو بارم گفته بودم شبا نمیتونستم بخوابم درد های زیادی بود میرفتم گفتم کی تمام میشه خداوند کی تمام میشه خداوند و گفتم خدا, خدا چطور میتونی مشکل رو حل کنی نمیفهمم آه چطور جوابی نداشتم همین سه روز پیش بود همون شبانی که پیشش بودم الان تقریبا هشت سال ندیدم دیروز چند روز پیش زنگ زد احوال پرسی کرد منم گفتم جالبه دیروز دی تو فکر تو بودم گفتم چطور گفتم الان در حال درد رنج هستم الان به یاد تو بودم که چند سال پیش آمدم پیش تو تو گریه میکردم تو برای من دعا کردی و بعد از این سال ها... سالی طول کشید که همه چی حل شد ما معمولا توی مشکلاتی قرار میگیریم تو بومبستایی قرار میگیریم اونجا فکر میکنم اینطوری هم شما هم مثل من می خدا آخه چطور میخوای حل کنی مشکل را آخه چطور حل میشه من میدونم خدا بعضی میگه همینطور میگه که آیا برای من یه چیزی غیر ممکن است نه نه غیر ممکن نیست فقط چطور میخوای بکنی آخه چطور می‌خوای مشکل را حل کنی آخه نمی‌تونم. نمی چطور آخر به یه جایی میرسه میگم باشه اعتماد به تو دارم اعتماد به تو دارم تو خدای عجیبی هستی کارهایی میکنی که من نمیفهمم تنها چیزی که میتونه این سروده به تو اعتماد دارم گویم تو خدای منی سرنوشتم نوشتم به دستای توست تنها چیزی که آخر میمونه اینه و اینجا خدا میگه به تو هم این فقط یک صحنه است تو شستی سب کن زمانی که به پایان برسونی بیدی خواهی دید چه کارهای بزرگی کردم در مزامیر 42 میگه که چنان که آهو برای نهرای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق اشتیاق شدید برای تو دارد این یک اشتیاق عزیزان گوش میکنین عزیزان کلیسای ما احتیاج به اشتیاق داره برای عیسی این اشتیاقی که اینجا نوشته این نمیتونم برای خودم به وجود بیارم این نمیتونی برای خودت این فقط و فقط میتونیم داد بزنیم خدا این اشتیاق رو در من روشن کن روزه بگیریم دعا کنیم همه کار رو رمه خداوند من. من میمیرم اگه این اشتیاق نداشته باشم زندگی من پوچه واقعا به شما میگم چنان که آهو برای نهرهای آب شد آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا و جان من اشتیاق شدید برای تو داره جان من تشنه خداست تشنه خدای های کی که بیایم به حضور خدا حاضر شوم اشکایم روز و شب نان من می بود چون تمامی روز مرا رو گفتن خدای تو کجاست ای صخره من چرا من رو فراموش کردی یک کسی هست که اشتیاق داره برای عیسی برای خدا و توی درده میگه که نان من غذای من شب و روز اشکای منه درد میکشم خدا کجا هستی همزمان دور من هم افرادی هم هستن که میگن ها چی شده؟ خدای تو کجاست؟ اگه عیسی زنده هست تو رو دوست داره چرا توی مشکلات قرار گرفتی؟ چرا میترسی؟ تو خیلی دیگه چی میگن؟ خیلی ایسا رو جدی گرفتی خیلی مذهبی شدی کلیسا 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 برو لذت ببر برو برای خودت فکر کن چرا اون هی دور ایسا رو میچرخی تمامی روز ما رو گفتند خدای تو کجاست بعضی وقت صداهای قلب ما صدای نفس ما صدای آدم کهنه است به تو رو محکوم میکنه تو رو نابود میکنه تو رو میخواد ایمان تو رو بکوبونه و اینجا خودمون رو نگاه میکنیم به خودمون نگاه میکنم میگم که به چه دردی میخونم الان چرا اینطوری باید باشه نمیدونم در چه حالی شما هستین ای من چرا منو فراموش کردی چرا به سبب ظلم دشمنان دشمنم دشمن ماتم کننده تردم بکند درست خوندم متمم کنن مو کنن کنان تردد بکنم دشمنم به کوبیدگی در استخوانایم مرا ملامت میکند ملامت چون که همه روز مرا میگوید خدای تو کجاست ای جان من چرا منحنی شده ای؟ و چرا در من پریشان گشته ای بر خدا امید دار زیرا که او را برای نجات روی او باز هم خواهم گفت ای جان من ای نفس من که در من اینجوری میلرزی آروم باش سب کن سب کن کاری که خدا این راهی که با, با, خدا میری تمام خواهد کرد اون موقع هست که اون خدای خودت رو پرستش خواهی کرد چون اون موقع خواهی دید خدا چه کارهایی با تو انجام داده چه داستانی نوشتی و این داستان داستان موندنیه داستانی از هیچ کسی نمیتونه از تو ورداره مزمور 84 اینجا میگه که خوش به حال مردمی که قوت ایشان در توست و تریخهای تو در دل ایشان چون از وادی اشکا عبور میکنن آن را به چشم چشمه ساران چشمه ساران بدل سازند میگه که چون از وادی اشکا عبور کنند هفته گذشتم همینطور در مورد مزامیر سه هم خوندم چون از وادی تاریک عبور کنیم اصا و چوب تو منو تسلی خواهد داد اینجا میگه که چون از میگه که چون از وادی اشکا عبور میکنند آن را به چشم ساران بدل سازند یعنی زمانی که ما تو این سختی هایی قرار میگه خیلی تصویر خیلی عالیه تقریبا مثل این با این دردها با این عشق این داستان خدا رو می نویسی عشق میاد با این عشق میریزه، با این عشق ها همه چی رو باسازی می کنی. عزیزان زیبایی عیسی مسیح به خاطر مسیح که این عشق رو می ریزی، این عشق ها تبدیل میشه به برکت هر جایی که شما قرار گرفتین به شرطی که واقعا در راه عیسی مسیح باشین زمانی که خودتون واقعا بگین که خداوند خودم رو میسپارم به دستای تو خداوند این اشتیاق رو در من به وجود میاد شاید اشتیاق رو داری حتما هم افرادی من جاشن اشتیاق برای خداوند دارن فقط مطمئن باش زمانی که میگی لبه خداوند از من استفاده کن من میخوام اشتیاق رو داشته باشن چون بدون اشتیاق میدونی چی میشه زمانی که بدون اشتیاق بکنی زمانی که خدا میبره تو رو توی سختی ها زود فرار میکنی فقط این اشتیاق رو داشته باشی میستی از این من در مورد زن و شوهرها صحبت میکنم زمانی که اگه زن و شوهر هستیم با هم دیگه گفتیم که لبک خداوند خدا شروع میکنه از تو بگه الان باید تو رو بسازم شوهر الان باید تو رو بسازم الان شروع میکنم به چیز کردن تبدیل کردن و آنجا میبینیم که بعد از یه مدت اشتف جنگ هایی به وجود میاد فقط فراموش نکنین اگه اگه گفتین لبیک خداوند مطمئن باش خدا شروع میکنه به چیز کردن دردهایی هایم هست سختی هایم هست توش زیباترین مشارکتی وجود داره مشارکت زن و شوهر چون اینجا فکر خدا هدف خدا برای بشریت دیده میشه زن و مرد یک شدن همینطور خدا به انسان یک میشه واقعا بعضی وقت احتیاج به دعا دارین احتیاج به روان درمانی دارین فقط بدونی که خدا زمانی که گفتین لبک خدا داستان داستان خودتو بنویس خدا شروع میکنه فقط آخرش اینه که یه زندگی زن و شوهری خواهی داشت که واقعا عاشقان همدیگر رو دوست خواهی داشت همدیگر رو خواهیم پذیرفت از همدیگه یاد خواهیم گرفت و همینطورم با همدیگه خدا رو خدمت خواهیم کرد اگه خودتون نصب به عیسی از داستان خودتو بنویسین نمیدونم بعضی وقت از طلاق به وجود میاد چون دیگه رو ندارین چون داستان خودت رو می نویسین خودخواهیه خودپرستیه غرور او این کارو کرده و نسلین خیلی زیاد روان کردیم دیدیم که همه فقط تو این کردی تو اونو کردی تو اونو کردی تو اونو کردی تو اونو بعضی وقت میگیم بابا یه حتی یک چهار هفته حرف هفت حرف نزنیم فقط برای همدیگه فقط به فکر همدیگه باشه یعنی شوهر به فکر شو... زنش باشه زن به فکر شوهرش اینطوری یواش یواش یاد بگیرن سعی میکنیم نشون بدیم که ببینید این اینه چون واقعا کار شیطان هم اینه که خانواده رو از همدیگه بپاشه و رو بدزده امروز خداوند میخواد به تو به تو بگه که عیسی مسیح رو پیروی میکنه پیروی میکنی داستان تو فیلم تو تمام نشده من مواظب هستم و من تو رو هدایت میکنم اعتماد به من کن و برای کسانی که امروز خداوند میخواد دوباره این امکان رو بده دوباره برگردی اجازه بدین او تاریخ دستان زندگی تو رو بنویسه که امکانی هست که بعد از اینکه یه وقتی میذاری مالا برای دعا کردن واقعا زمانی که این مسئله رو واقعا جدی بگیری از اون در مورد برکت صحبت نمی کنم در مورد برکت صحبت نمی کنم برکت خدا همونجا بیست اونجا بشیم خدا به تو برکت میده اگه میخوای خدا با تو یک داستانی یک تاریخی بنویسه برای برای این احتیاج به اشتیاق داری اگه واقعا این اشتیاق رو میخوای آیا واقعا تشخیص دادی و میگه که خدا من واقعا میخوام اینو به این راه رو برم بعد از این میتونیم بیاین جلو با این دید بیاین جلو که خدا این کار رو میکنه و باور کنی که خدا این کار رو میکنه چون آرزو خدا اینه ما برای شما دعا میکنیم که این اشتیاق این شعله در شما قرار بگیره و بعد از این منظور این نیست که الان شعله قرار میگیره بعد از این میرین اونجا فکر میکنید یه آلمه همه چی اتوماتیک انجام خواهد شد نه بعد از این دیگه خودتون باید بگید اینکه اوکی خداوند الان مثل اینکه یک قسمتی از خداوند قدرت رو گرفتم این اشتیاق رو گرفتم الان برین به کلام خدا یا الان مشغول کلام خدا بشین یعنی این شله باید الان احتیاج به چی داره به تقریبا بنسین به روح القدس داره که یواش یواش بیشتر بشه و بیشتر بشه خدا الان اینطوری نمیکنه بوف الان یک اشتیاق میاد او الان از فردا میام نه الان یه چیزی روشن میکنه شما باید سرمایه گذاری کنی کلام رو بخونی شب وقت بذاری میگه خداوند امروزم صبح بیدار میشی خداوند این هنوز هست اگر این روزهای بعد اصلا فراموش کردی پس اشتیاق نداشتی دنبالش نبودی اگه واقعا اشتیاق داری که از فردا یا از امشب شروع میکنی بگی خدا روشن کن یا روشن کردی من میخوام الان سرمایه گذاری کنی صبح بردار کلام رو بخون حضور خدا رو جستجو کن و اینطوری یواش یواش خواهی دید یواش یک اشتیاق بیشتر میشه بعد از این اینجا می آقا مثل سرباز میگه خدا من اینجا ایستادم نه به خاطر شبان نه به خاطر نه به خاطر یک کسی دیگه بلکه من اینجا جلوی تو ایستادم من حاضر هستم خدا من اونجا برم برای تو آمین خوب میشه چشمان ببندیم مرسی سجان مرسی که امروزم همینطور که ابراهیم رو خواندی و گفتی که فتن خود رو بستگانت خانه پدر خود رو ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشون میدهم برو و از تو امت عظیم خواهم آورد و تو رو برکت خواهم داد نام تو رو بزرگ خواهم که ساخت و تو باعث برکت خواهی شد مرسی خدا من تو ابراهیمی رو خواندی امروزم اینجا هستی سجان و تو به ما میگی که بیا منو پیروی کن امروز تو هم هستی که میگی که میخوای خداوند از تک تک ما که اینجا جمع شدیم خداوند خلقت تو هستیم و همینطور پدر جان فرزندان تو هستیم فتی ساجو میخوام میدونم روز رو آماده کردی که اجازه بدیم تو تاریخ خودت رو با این عزیزان بنویسیم داستان خودت رو بنویسی که یه چیزی هست که موندنی ابدی هست احساس میکنم خدا میگه تو رو میشناسم از رحم مادرت بودی از تو میدونستم و تو رو خواندم و میدونم الان صدای منو شنیدی نترس نترس این کار مال تو نیست مال منه و این کاری که من در تو شروع خواهم کرد من مسئول مسئولیت رو ورداشتم که به پایان تو رو برسونم حتی در این وسط اشتباه کنی خرابکاری کنی بدون که من به تو نگاه نمی کنم این کار رو می کنم بلکه به من و میدونم من قادر هستم تو رو به پایان برسونم پسرم دخترم نترس من میخوام یاد بدم که زندگی مافوق طبیعی داشته باشی من میخوام به تو یاد بدم که بتونی روی آب راه بری بدون ترس من میخوام به تو یاد بدم همینطور که من در این دنیا به اختدار زندگی کردم به تو یاد بدم که در این با این اختدار قدرت و محبت در فروتنی فقط با غیرت و با قدرت من بتونی روی دنیا حکومت کنی چون این خواست اول من بود که زمانی که آدم و هوا رو خلق کردم گفتم بارور شوید و این دنیا ریزی دستتو میگیرید. این خاندیگی که الان هست رو تو اعلام میکنم من با تو هستم و رها خواهم کرد نخواهم کرد کجا هستی؟ دور چه چیزایی میچرخی؟ چه چیزی دریافت کردی؟ یه در تصویری که میبینم مثل یک عیسای مسیح نشسته یک قلمه میگن قلم دستشه و یک کاغذی هست یک کاغذ سفی دورورش تلاست و اونجا اسم تو و منتظری که زمانی که گفتی بله اونجا شروع میکنه این کتاب رو نوشتن این داستانه تاریخ زندگی تو خواهد بود و این کاغذ زیر دست اوست هیچ کسی نمیتونه بردار خراب کنه با خود من میگه که اسم تو رو نوشتم بعد منتظر تو هستم منتظر جواب تو هستم مرسی همینطور که همه خواهش میکنم چشمون بسته باشه در دعا باشین زمان خیلی حساس و مقدسیه اگر خدا با قلب تو صحبت کرده و میخوایی اسم تو رو این کاغذ نوشته بشه داستان داستان اسم خودت با ایسا میتونی همینطور یواش بیای جلو زانو بزنی و بگی خدا من قلب منو بلند میکنم میخوام تو رو پیروی کنم و احتیاج به این اشتیاق تو دارم همون مزموری که اینجا نوشته چنان که آهو برای نهرای آب شدت اشتیاق دارد همچنان خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد